آینده وجود. اینو تصور کنید، وسیله‌ای وجود داره که میتونه اطلاعات مغز شما رو دریافت کنه و توی فایل کامپیوتری ذخیره کنه. تمام امیدها، رویاها، اشتیاقها، خاطرات، رازهای کثیف، همشون توی اون فایل وجود دارن و میشه اونو تو برنامه‌ای قرار داد که کامپیوتر رو اگرچه موقت به همتایی بی‌نقص و مصنوعی از شما تبدیل کنه. بعد کامپیوتر کارهای ابتدایی رو که برای شما کسل کننده اند با سلیقه و ترجیحی مثل خود شما انجام میده. میتونه قالیچه جدید برای اتاق پذیرایی پیدا کنه و سفارش بده. برای پروژه کاریتون تحقیق کنه، فرمای مالیاتیتون رو پر کنه و مقدار پسنداز لازم برای شهریه دانشگاه فرزندتون رو محاسبه کنه و همه اینها در حالیه که شما خوابیدید یا روی کاناپه نشستید و دارید چاق میشید. از یه منظر این همون خود شماست، در حالی که کاملا در خارج از ذهن و بدنتون قرار داره. حالا تصور کنید همین برنامه امکان تغییر شما رو بهتون بده. میتونید خاطرات دلخراش رو پاک کنید، اعتماد به نفستون رو یکم بالا ببرید، عادت بدی رو حذف کنید و چند تا عادت خوب اضافه کنید. بعد میتونید کامپیوتر رو به مغز خودتون متصل و خود جدیدتون رو ظرف چند ثانیه تو مغزتون بارگذاری کنید، درست مثل نیو تو فیلم ماتریکس. منم کونگ فو. شو می. حالا بیایید تصور کنیم به سرتون میزنه و تصمیم میگیرید تمام خاطراتتون رو پاک و اونها رو با خاطراتی جعلی و ساختگی جایگزین کنید. آیا هنوز خودتون هستید؟ اگه شخصیتتون رو هم حذف و جایگزین کنید چی؟ اون وقت چطور خواهد شد؟ یا خیلی عجیبتر، تصور کنید شما و دوستتون به دنبال یکم خوشگذرونی هستید، پس هر دوتاتون ذهنتون رو وارد کامپیوتر و ذهنهاتون رو جابجا میکنید. بنابراین شما تو بدن اون و اون تو بدن شما خواهد بود. حالا تصور کنید سالها تو بدن همدیگه بمونید، تا جایی که شخصیت، خاطرات و ادراکتون با هم مخلوط بشن و به یه شخصیت ترکیبی تبدیل بشید. نیمی شما و نیمی دوستتون. آیا هنوز خودتون هستید؟ آیا دوستتون هنوز خودشه؟ یا آیا شما به دو موجود جدید عجیب تبدیل شدید؟ بیایید فراتر بریم. تصور کنید در این آینده پیشرفته فرضی، مریخ قابل سکونت شده و امپراتور کهکشانی ایلان ماسک اعلام میکنه مردم شایسته سفری سریع و ارزان قیمت به مریخن. بنابراین امپراتور ماسک دست به اختراع وسیله‌ای برای دورنوردی یا تلپورت میزنه. اون اسم شرکتشو من ایلان ماسک هستم و هر کاری دلم بخواد میکنم میگذاره و در کمتر از 3 سال به یه سرمایه 8 تریلیون دلاری میرسه. مدتی بعد ماسک دستگاه تلپورت رو میسازه و همه آماده ارسال خودمون به مریخ میشیم که درست به راحتی رفتن تا صندوق پستی سر کوچه است. روش کار این دستگاه دورنوردی ساده است. بدن انسان رو به تریلیون ها اتم تشکیل دهندش تجزیه میکنه. بعد این اتم ها رو به اطلاعات تبدیل میکنه و با سرعت نور به دستگاهی مشابه تو مریخ ارسال میکنه. دستگاهی که تو مریخه اطلاعات رو دریافت میکنه و اونها رو به همون شکلی که روی زمین بودن، یعنی شکل شما، کنار هم میچینه. حالا شما در مریخ هستید یا نیستید؟ خب شما روی زمین تجزیه شدید. تک تک اتم هاتون از همدیگه جدا شدن و شمایی که در مریخ به طور مصنوعی ساخته شده، اگرچه همون بدن، همون مغز، همون افکار و خاطرات رو داره، اما کاملا موجودی جدیده. در واقع عملکرد دستگاه دورنوردی اینطوریه که بیرحمانه شما رو روی زمین میکشه و به همون صورتی که لحظه‌ای پیش از مرگ بودید در جای دیگه کپی برداری میکنه. بنابراین آیا این شمایید که در مریخ هستید یا فقط بدل بی‌نقصی از شماست که در واقع یه شخص دیگه است؟ اگه فکر میکنید الان پیدا کردن خودتون سخته، فقط چند دهه دیگه صبر کنید. این سوالات ممکنه دیوانه کننده و غیر واقعی باشن، اما اگه هنوز خبر ندارید، باید بگم فناوری به صورت تصاعدی در حال پیشرفته. خیلی از این فناوری‌ها تا زمانی که ما زنده ایم معرفی خواهند شد. همین حالا هم تو مقیاسی خیلی کوچکتر و نامحسوس با مشکلات هویتی مواجهیم.
بارگذاری کامل شخصیتمون توی شبکه کامپیوتری ممکنه احمقانه به نظر برسه، اما امروزه بخش اعظمی از زندگی خودتون رو تو شبکه‌های اجتماعی، ایمیل و فضای ابری بارگذاری می‌کنید. آیا اطلاعات بارگذاری شده بازتاب دقیقی از شما هستند؟ آیا این اطلاعات بخشی از هویت شما هستند؟ اگه تمام اونا حذف بشن و با اطلاعات دیگه جایگزین بشن، شما تغییری می‌کنید؟ به عنوان انسان این جزء ذات ماست که برای توصیف خودمون به مراجع بیرونی اتکا کنیم. جان خوب طبل میزنه. گرگ انیمیشن دوست داره. کریستی وکیله. اما این نقاط مرجع بیرونی عمدتاً به شرایط مادیمون بستگی دارن. نمیتونید وکیل خوبی باشید اگه هیچ قانون نوشتاری و نظام قضاوتی وجود نداشته باشه. نمیتونید عاشق انیمیشن باشید اگه تلویزیونی وجود نداشته باشه. و همینطور نمیتونید طبل زن ماهری باشید اگه کسی طبل رو اختراع نکرده باشه. اینا مثالای ساده این، اما هدف یکیه. چیزی که به عنوان خودمون و هویتمون میشناسیم، چیزی که در اون ماهریم، چیزی که به اون شبیهیم، چیزی که به اون معتقدیم و چیزی که برامون ارزش داره، عمدتاً به شرایط اقتصادی و فناورانه‌ای بستگی داره که در اون قرار داریم. اگه توی جزیره همراه با گروهی از انسانها قرار بگیرید که هیچ کدوم شنا بلد نیستن، به سرعت هویت خودتون رو به عنوان شناگر بنا می‌کنید. در حالی که اگه به تیم شنای مدرسه ملحق بشید و همه مسابقات رو ببازید، هویتتون به عنوان بازنده شناخته میشه. اما وقتی تیم شنای مدرسه تا 10 سال آینده به ربات‌های انسان نما برون سپاری بشه، اون وقت هویت شما صرفاً به انسان تیم تبدیل میشه که شناگر خوبی نیست. فعالیت یکسان اما با هویت‌های کاملاً متفاوت. به عبارتی روش‌های کاملاً متفاوتی برای لقب گذاری و نگاه به خودتون بر اساس شرایط و فناوری‌های خارجی درگیر. این حقیقت که الان در حال شنیدن این متن هستید، یعنی میزان پیشرفت فناوری که شما تو عمرتون شاهد اون بودید بیشتر از میزان پیشرفت فناوری در طول 100 سال پیش از به دنیا آمدنتون بوده. یعنی اطلاعاتی که با فشار تنها چند تا دگمه در اختیارتون قرار میگیره بیش از مجموع اطلاعاتیه که تمدن‌های پیشین ظرف هزاران سال جمع‌آوری کردن. یعنی ایده ها و تصاویری که تنها در یک روز مشاهده می کنید بیشتر از ایده ها و تصاویری هن که نیاکانتون در تمام عمرشون باهاش مواجه می شدن. به علت حجم عظیم جریان آزاد اطلاعات تو دهه های اخیر هویت ما بیش از پیش منعطف شده و توسعه یافته، چون شرایطمون به سرعت در حال تغییره. با توجه به سطح فناوری، امروز مردم نه تنها قادرن انتخاب کنن خودشون رو به دیگران چطوری معرفی و هویتشون رو چطوری توصیف کنن، بلکه امکان تغییر، اصلاح و برجسته کردن معرفی خودشون به طور لحظه‌ای رو هم دارن. حتی تو دنیای غیر کامپیوتری، جراحی پلاستیک و تغییرات فیزیکی بدن ارزونتر و آسونتر از هر زمان دیگه ای شده. داروهای شیمیایی و مکمل‌ها به وفور در دسترسن. چیزایی که ترکیب شیمیایی مغزمون رو کمی تغییر میدن تا با هویتی که فکر می‌کنیم باید داشته باشیم انطباق پیدا کنن. دنیای مجازی با حذف محدودیت‌های دنیای واقعی محیطی کم خطر رو برامون فراهم می‌کنه که هویت‌های جدیدی رو امتحان کنیم و ببینیم تا چه اندازه با ما همخونی دارن. و در حالی که مشغول ساخت هویت مجازی خودمون هستیم، تأثیراتی بر زندگی واقعی ما خواهد داشت و بالعکس. با پیشرفت‌های فناوری اطلاعات، تمام انواع مرزها دارن محو میشن. دارایی‌هامون مجازی میشن. آهنگ‌ها، عکس‌ها، فیلم‌ها، پیام‌ها، نوشته‌ها، داده‌ها، اطلاعات و حتی پولمون دیجیتالی میشن. محتویات ساخته شده توسط کاربران مرز میان تولید کننده و مصرف کننده رو از بین میبرن. تلفن‌های هوشمند و دسترسی دائم به اینترنت مرز میان دنیای واقعی و مجازی رو از بین میبره. خاطراتمون به صورت عکس‌های دیجیتالی، پست‌های اینترنتی، نظرات و لایک‌ها ذخیره میشن که تنها در چند ثانیه میشه به اونها دسترسی پیدا کرد. تمایز بین دنیای زیستی و دنیای فناوری داره از بین میره. کاشت حلزون گوش، اندام‌ها و مفاصل مصنوعی،
دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب، اندام روباتیک با قابلیت اتصال به سیستم عصبی بدن، استخوان‌بندی بیرونی محرک، تمام اینا و ترکیبات زیستی و فناوری‌های فراوان دیگه اکنون متداول و پذیرفته شدن یا اینکه در آینده نچندان دور متداول خواهند شد. با اینکه بسیاری از ما هنوز بین جهان واقعی و جهان مجازی تفاوت زیادی می‌بینیم، این مرزهای ذهنی هم در نهایت از بین خواهند رفت. آینده هویت. غارنشینا کار چندانی نمیتونستن بکنن. فقط بلد بودن شکار کنن، توت بچینن و بچه دار بشن. در بین این کارا اتفاق خاص دیگه‌ای نمیافتاد. بنابراین برای اونها تقریباً چیزی به نام هویت وجود نداشت. نمیتونستید از زاگزاگ بپرسید آیا خودش رو آزادی خواه میدونه یا اینکه سبک طبل نوازی مورد علاقش چیه. همچین موضوعاتی وجود نداشتن. هویت‌ها بر اساس گروه‌ها شکل می‌گرفتند، چون برای بقا همه به گروه وابسته بودند. در دوران باستان کم کم شاهد تقسیم کارها و رشد شهرها و ایالت‌های کوچک بودیم. خیلی زود کشاورز نسبت به سرباز ماهیت وجودی کاملا روشن و متفاوتی پیدا کرد و سرباز هم ماهیت وجودی کاملا روشن و متفاوتی نسبت به هنرمند یا روحانی یا هر کس دیگه داشت. اما اولین بار تو عصر روشنگری این ایده مطرح شد که هر کسی روح و ذهن متمایز خودش رو داره. ایده داشتن حقوق و برابری رونق گرفت و اعتقاد انسانی برای جستجوی خوشبختی قوت گرفت. خیلی از این موضوعات وجودشون رو مدیون بزرگترین پیشرفت فناوری اون قرنها هستند. مطبوعات چاپی، کتابای ارزون و قابل دسترس برای اولین بار این امکان رو به مردم دادن که افکار دیگران رو بخونن و بشناسن و با ایده ها، گرفتاری ها و شرایط اونها همدردی کنن. یه مرتبه مردم صرفاً با شغل یا طبقه اجتماعیشون شناخته نشدن، بلکه توسط احساسات، ایده ها و آرزوهاشون شناخته شدن. بعد از اون به قرن بیستم میرسیم، جایی که انقلاب صنعتی چنان باعث ارزونی و آسونی تولید وسایل شد که مردم به خرید وسایل برای سرگرمی و نه برای رفع نیاز رو آوردن. در نتیجه در بیشتر قرن بیستم هویت عمدتاً با میزان مصرفگرایی شخص و میزان پولی که خرج می کرد شناخته می شد. آیا خونهی کنار دریاچه می خرید یا خونهی تو شهر؟ به غذا خوردن در طبیعت علاقه دارید یا تو رستورانای مجلل؟ وانت رو ترجیح می دید یا ماشین چهاردر؟ بیتلز رو ترجیح می دید یا رولینگ استونز؟ اگه به تاریخ بشر نگاه کنیم همیشه دو گرایش موازی می بینیم. یک، پیشرفت فناوری به هر فرد انعطاف پذیری و فرصتهای بیشتری برای ابراز افکار و بهبود زندگیش میده. دو، دسترسی به انعطاف و فرصتهای بیشتر موجب شده هویتها یا انتخاب نوع دیدگاه و تعریفمون از خودمون انتزاعی تر و بیقاعده تر بشه. قارنشینا به طور کامل بر انسجام اجتماع برای بقا تکیه داشتن، بنابراین هویتشون تو گروه معنا پیدا می کرد. انسانهای دوران باستان در نقشهای بسیار معینی در یک جامعه فئودال یا طبقاتی قرار می گرفتن، بنابراین هویتشون محدود به نقششون بود. تو عصر مدرن مردم بر اساس افکار و احساسات فردی و بعدها با خریدها و سبک زندگیشون شروع به هویت بخشی به خودشون کردن. امروزه شاهد تعاریف انتزاعی تر از هویت افرادیم که حتی تعاریف بنیادینی مثل جنسیت، نژاد و مشخصه های ظاهری رو هم با اون مخلوط و به مفاهیم نسبی تبدیل کردن. اگه بخوام میتونم از فردا خودم رو به عنوان دوچرخه سوار اسکاتلندی به نام اپیفانی معرفی کنم و شما هم هیچ کاری نمیتونید بکنید که جلومو بگیرید. این چیز خوبیه، اما باعث میشه شناختن خودمون و تعریف این که چه کسی هستیم نسبت به نسل‌های قبل موضوع بسیار پیچیده تری باشه. قبلاً در مورد بحران میانسالی، یعنی بحران شخصیتی و ارزشی برای هر فرد که تو دهه پنجم یا ششم زندگیش باهاش مواجه میشه صحبت میکردن، اما اخیراً مسئله بحران ربع سنی هم به گوش میرسه.
با این مضمون که فرصت‌های در اختیار جوانان امروزه اونقدر طیف گسترده‌ای دارن که صرفاً انتخاب کردن و دنبال کردن یکی از اونها غیر ممکن به نظر میرسه. با توجه به افزایش سرعت پیشرفت فناوری جای تعجب نیست اگه مردم امروزه تو هر لحظه از عمرشون درگیر یه نوعی از بحران هویتی باشن، چون اگه بخوایم رک بگیم اوضاع خیلی واراش میشده. حالا اینجا تنها 3 مورد از زمینه‌های اصلی پیشرفت فناوری رو براتون مطرح می‌کنم که هر کدومشون ممکنه هویت و دیدگاهمون نسبت به خودمون رو کاملاً به هم بزنه. 1. مهندسی ژنتیک و نانو فناوری. این دو فناوری این ظرفیت رو دارن که بدنمون رو به غلافی سفارشی تبدیل کنن، چیزی که بتونید مثل قطعات ماشینتون تغییرش بدید یا شخصی سازیش کنید. ژن درمانی ممکنه در آینده امکان انتخاب ژن‌های خودمون و بچه‌هامون رو بهمون بده. بیماری‌ها و نواقص ژنتیکی میتونن از شجره خانوادگی ریشه‌کن بشن و مشخصه‌های فیزیکی نامطلوب میتونن با مشخصه‌های فیزیکی مطلوب جایگزین بشن. نانو فناوری به این معناست که میتونیم کامپیوترهای میکروسکوپی رو تو بخشی از بدنمون کار بذاریم و تو برخی از موارد سلولامونو با نسخه کارآمدتری از سلولها جایگزین کنیم. دوست دارید زیر آب نفستون رو 15 دقیقه نگه دارید؟ نانوبات هایی که جایگزین یا دستیار گلبول های قرمز میشن ممکنه در آینده این امکان رو برامون میسر کنن. ممکنه بتونیم چندین کیلومتر بدون احساس خستگی بدویم و در مقابل بیماری‌ها مسون باشیم. علاوه بر همه اینها دلیلی وجود نداره که تصور کنیم چیزایی مثل جراحی پلاستیک و بقیه تغییرات ظاهری عمومی‌تر و مقرون به صرفه‌تر نشن. همین حالا هر سال بیش از 15 میلیون جراحی تو ایالات متحده انجام میشه که این عدد در حال افزایشه، به خصوص برای مردها. در کمتر از 1 یا 2 دهه دیگه ممکنه توانایی‌ها و صفات فیزیکی ما بر اساس هویتمون قابل تغییر باشن، مثل چیزی که برای صبحونه می‌خوریم یا برنامه تلویزیونی مورد علاقه‌مون. 2. علم روباتیک و هوش مصنوعی. استادای MIT اریک برینجولفسون و اندرو مک‌آفی تو کتاب خودشون به اسم مسابقه علیه ماشین گفتن رشد نمایی قدرت پردازش کامپیوتر و کاهش نمایی هزینه این قدرت پردازش به این معناست که تمام مشاغل خدماتی به استثنای خلاقانه ترین و حساس ترین آنها در نهایت به دستگاه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی سپرده خواهند شد و این موضوع اجتناب ناپذیر است. طبابت، حسابداری، بانکداری و حتی کارهای اداری دولتی به احتمال زیاد روزی از طریق نوعی الگوریتم یا دستگاهی با یادگیری هوشمند انجام خواهند شد. چیزی که در نتیجه باقی میماند جمعیت بیکار بسیار زیادی خواهد بود. اکثر افراد نمیتوانند کار مفیدی انجام دهند، زیرا کامپیوتر مهارت‌هایی را که آنها دارند بهتر پوشش میدهد. این موضوع گذشته از بحران‌های سیاسی و اجتماعی اقتصادی احتمالاً موجب بحران هویتی وسیعی هم خواهد شد. بخش اعظم هویت ما به واسطه کارهایی تعیین میشه که احساس می‌کنیم ارزشمندند، و اگه فناوری باعث بشه هیچ کدوم از کارهای ما ارزش اجتماعی خاصی نداشته باشه، ممکنه در نهایت با میلیون‌ها نفر مواجه بشیم که نمی‌دونن هدف از زندگیشون چیه. Humans are in danger of becoming useless. Just as the 19th century industrial revolution created the urban working class, so now we are seeing the creation of the unworking class. People who are not just unemployed, they are unemployable. 3. واقعیت مجازی. محبوب‌ترین بازی‌های کامپیوتری در 10 سال گذشته بازی‌های نقش‌آفرینی بودند. یعنی بازی‌هایی که در اونها هویت قهرمانی ناشناس رو در دست می‌گیریم و جسمش رو کنترل می‌کنیم و با استفاده از مهارت‌های او طی صدها یا هزاران ساعت بازی تصمیماتی می‌گیریم. این آواتارها به بازیکنان فرصت امتحان هویت‌هایی رو میدن که بازیکن‌ها به اونها دسترسی ندارن.
با توسعه واقعیت مجازی دلیلی وجود نداره که بگیم این فناوری به پیشرفتش ادامه نخواهد داد و به وسیله متداول تبدیل نخواهد شد. در حقیقت واقعیت مجازی به ما این توانایی رو میده که تو دنیای مجازی شخصیت هامون رو به دفعات بیشماری تغییر بدیم و دیدگاهمون نسبت به خودمون رو تا نهایت ممکن تو فضای امن و بدون پیامد امتحان کنیم. ری کرزویل، مخترع و آینده پژوه جنجالی، معتقد واقعیت مجازی به قدری سرگرم کننده و شخصی سازی میشه که درصد بالایی از جمعیت روزی کاملا دست از دنیای واقعی بر می دارن. اون میگه این موضوع ضرورتاً بد نیست. چرا با فراز و نشیب‌های احساسات و روابط و شکست سر و کله بزنیم وقتی میتونیم خیلی راحت وارد دنیای مجازی بشیم که خودش رو با هر خواسته ما سازگار میکنه؟ چی میشد اگه میتونستید خودتون رو به برنامه واقعیت مجازی متصل کنید که این امکان رو بهتون میداد که زمان رو با کسری از سرعت گذر اون در دنیای واقعی تجربه کنید و تمام محدودیت‌های ادراک فیزیکیتون رو از بین میبرد و شما رو قادر میکرد به هر گونه تخیل یا آرزویی که تا حالا داشتید دست پیدا کنید؟ در مقیاس 1 تا 10 این موضوع چقدر احساس خودتون بودن رو به هم می‌ریزه؟ چطور بعد از این تجربه قادر خواهید بود با انسان واقعی دیگه‌ای صحبت کنید؟ قیام یک نوع اعتقاد تکنو بوداییسم. در آینده احتمالاً به نقطه‌ای خواهیم رسید که بتونیم خصوصیات فیزیکی بدنمون رو هر زمان به دلخواه تغییر و ارتقا بدیم و ناخودآگاهمون رو در شبکه ابری بارگذاری، تغییر، بارگیری و مبادله کنیم. جایی که در اون ماشین‌ها و هوش مصنوعی بخش اعظمی از کارهای مهم جهانی رو انجام میدن و تقریباً اوقات فراغتی نامحدود برای ما فراهم میکنن و موقعیت مکانی با توجه به قدرت و میزان ارتباطات جهانی بی اهمیت خواهد بود. خلاصه تمام مشخصه های کلاسیک هویتی برای تو چه کسی هستی و من چه کسی هستم، از جمله ظاهر، موقعیت مکانی، ارزش ها، اعتقادات و تجربه ها از بین خواهند رفت و به مشخصه های تبادل پذیر و اختیاری تبدیل خواهند شد و تمام مفهوم هویت فردی به ذره ای از گذشته‌ای فراموش شده تبدیل میشه. همونطور که امروزه به مفهوم قبیله یا پادشاهی نگاه میکنیم. خیلی خیلی وقت پیش فردی به نام بودا با گفتن اینکه چیزی به اسم خیشتن وجود ندارد سر و صدای زیادی به پا کرد. اون میگفت چیزی به اسم خیشتن قراردادی و فرضی است و ما داریم از کاه کوه میسازیم و آنچه به عنوان ما تلقی می‌کنیم فقط وابستگی به اشیایی موقتی و تجاربی است که مغزمان ما را فریب می‌دهد تا فکر کنیم واقعاً بیانگر چیزی است. به روشی عجیب و دیوانوار فناوری هم در جهت اثبات این موضوع داره پیش میره. ایده این که خیشتنی مرکزی وجود داره، یعنی در سطحی از وجود یک من ثابت و توی تغییر ناپذیر وجود داره، داره جلوی چشمامون از بین میره. اما هنوز توهم خیشتن به قدری قویه که متوجه نیستیم چقدر راحت میتونیم کسی رو که هستیم تغییر بدیم. به نوعی تمام هویت‌های ما هویتی مجازی‌ان. شاید فکر کنید کسی که در دنیای فیزیکی هستید خود واقعی شماست، اما شاید به این دلیله که از رها کردن کسی که فکر میکنید هستید میترسید. هویتی رو ساختید که با اون احساس راحتی میکنید. این موضوع در دنیا احساس ثبات و پیشبینی پذیری ایجاد میکنه و شما روی این احساس حساب میکنید تا بتونید صبح بیدار بشید و کارهایی رو انجام بدید. همه ما اینطوریم. اما در حقیقت شمای آفلاین نسبت به شمای آنلاین یا شمای محل کارتون یا شمای تو خونه یا شمای تو تعطیلات یا هر چیز دیگه تصویر دقیق تری از شما ارائه نمیده، چرا که تمام هویت‌های شما به موقعیت بستگی داره و از مجموعه اطلاعات ساخته شده و نه هیچ چیز دیگه. و هر چقدر بیشتر فناوری به ما امکان تغییر و شکل دهی به اطلاعات رو بده، بیشتر میتونیم خودمون رو تغییر و شکل بدیم تا جایی که مفهوم خیشتن به کلی از بین بره.